رابین سلام سلام متاسفم اینترنت هم قد شد مشکل نیست اگه میشه برو سر اصل مطلب که اگه قد شد نقطه نکته تو گفته باشی موضوع شکارچی که به شما گفتم براتون جالب بود من نمیدونم چه برداشتی بکنم از اون یه سری شکارچی های یه جایی بودن که همهشون معنیس بودن همه یعنی یه بار دیگه توضیح بده یه میشه بزا... <تصفح> میم یه سری با یه سری باسان شناس ها یه سری فسیل خب. پیدا کردن حدود 27 فسیل کنارشون یه سری ابزار شکارچی دف شده بوده خب بعد اس فسیلا رو آنالیز کردن فهمیدن 41 درصد این فسیلا مؤنث بودن احتمالاً مؤنث بودن چند درصد این فسیلا خب یعنی ممکنه خب. مثلا تو گذشته مثلا لانا هم همان من امانند مردا به شهار میرفتم خب این بر من عجیب نیست برای تو عجیبه؟ نه آخه شما من آخه... خوشم اومد برام جالب بود آره من... من, من, که خیلی, خیلی که من اصلا نمیدم من... این کی کش شده برداشت باستانشناس ها چی بودن مال چه زمانی بوده کجای کو, یعنی هر کجای کره زمین بوده چقدر؟ 1500 1500 که چیزی نیست آمریکا بازم 9000 سال آها 9000 2000 س... سال پیش آمریکا من برام عجیب نیست خب من برام عجیب نیست 9000 برام... سال پیش آمریکا آها 9000 هی hey, عوض میشه هزار سال پیش آمریکا من برای اینکه این برام عجیب باشه بعد آگاهی بیشتر داشته باشم که چه چی چیزی عادی بوده اون زمان و این شوکه آور هست یا نه یعنی من اطلاع... من چون نمی... اطلاعاتی ندارم از اینکه چه چی چیزی نرم بوده چه چی چیزی نرم نبوده نمیتونم شوکه بشم برای اینکه آگاهی به اندازه کافی ندارم که بگم ای ما فکر میکردیم اینجوری بوده الان اینجوری شده چون اطلاعاتم در این زمینه توی خلأ کامله چی بندوزید توش حالا من نمیدونم حالا آیا برداشت بقیه از این و چیه من هیچ ایش... صحبتی نمیتونم در در مورد موضوعات حزبی میخوام حرف بزنم شما فکر میکنید حزب دموکرات علت متحده گزینه بهتره یا لیپاپریکنا ام دموکرات بهتره آخه من مزرد. یه سری سیاست هایی در بار جنبوری خواه خوندم مثلا ضد سخت جنین خیلی برای همین دموکرات <تصح��ح> یکی از هزار تا دلیلی که دموکرات بهتر از جمهوری خواهان هستن اینه میگی آخه من خوب, یکی از هزار تا دلیلش اینه این رپابلکن ها توی آمریکا علیه حقوق زن علیه حقوق همجنسگرایان علیه حقوق ترنس ها علیه حفاظت از محیط زیست راستگرای شدید دینگرای شدید علیه آزادی بیان نه اصasionی... اه... نکته بگم سدی میان اگه... بنیان‌گذارهای مذهبی که حامیان اصلیشونه های مذهبی مسیحی. بله، اینم یه دلیل دیگه این که قطع... یکی به من نظرم سه ست... تا از حزبایی که تو تمام جهان وجود داره، خب خطرناکترین ام... حزبایی که تو جهان وجود دارن که اصلا برای تمام کره زمین به شدت خطرناکن، یکی ریپابلیکن پارتی آمریکاست، حزب جمهوری‌خواه آمریکا. یکی یکی دیگهش بی جی پی هنده خب که اونم به شدت راستگراست و به شدت دینی و به شدت محافظه کار و به شدت نجات پرست و به شدت خطرناکه خب و سومیش هم سی سی پی چین هست خب CCP و بی و GOP، او که میشه مال آمریکا همون جمهوری خواهی آمریکا این سه تا خطرناک ترین دنیا برای تمام کره زمین هستن خب جی آمریکا جمهوری خ... جمهوری خوانا. آمریکا به شدت برای تمام کره زمین خطرناک برای که خیلی مانع سیاست هایی میشن که حفاظت از محیط زیست رو هم میتونه انجام بده خب یعنی اگه دموکرات ها بیشتر راهشون باز بود تمام دنیا رو میتونست هدایت بکنه آمریکا به اینکه بیشتر طرف سیاست های طرف سیاست های برن که محیط و زیست رو حمایت میکنه ازش و این همه کور زمین روی تصمیم یه, خبر از... یه خبری اومده بود از... یه خبری اومده بود به لایه مثلا حقوق برابر زنها که مثلا پیچیک اکت تقریبا اکثریت محتلقشون رای منفی دادن چی؟ از نه 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 کلی در مورد حزب جمهوری خواه داریم آها آه آه. همون جمهوری خواه میگن به یه لایهه که برای دستمزد برابر زنا بوده برای بهتر کردنش تقریبا همشون رای منفی دادن الان داری در برای اتفاقی که توی تکساس میفته درباره سخت جنین صحبت میکنی؟ نه لایه پیچ اکت یعنی دستماز برابر ها آه اون نمیدونم اون دقت نکردم ولی انتظارم از این حزب همینه حالا نمیدونم دقیق چیه که داری میگی ولی من چیزی هم ببینید تنها چیزی که این حزب جمهوری خواه آمریکا باید توش خوب باشه که من میتونستم علاقه داشته باشم بهش این بود که از دموکرات به, به اقتصاد آزاد باید بیشتر اعتقاد داشته باشه این من چیزی رو که مثلا فهم کنم مثلا یه مقدار تون راستگرا را هست اقتصاد آزاده یعنی سیستم کپیتالیستی یا سیستم سرمایداری من به مثلا سیستم های کمونیستی و اینا یا سوشیالیستی علاقه ای ندارم خب من فکر میکنم سیستم سرمایداری البته سیستم سرمایداری تنظیم شده با سم سیفتی نت سیفتی نت میشه نمیدونم چی به فارسی میشه من یعنی مثلا یه چیزی مثل کشورهای اسکاندیناوی خب یعنی سرمایه گذاری هست ولی یه سری چیزای کمی هم از قوانین یه مقدار تنظیم شده است و یه سری محدودیت های هم وجود دارن که یه این نفر چقدر دیگه میتونه سقوط بکنه اگه توی اقتصاد اونم محدود کرده خب یعنی سیست، کپتالیست، سیستم کپیتالیستی کشورهای اسکاندیناوی رو من خیلی دوست دارم و خیلی ها فکر میکنن که دموکرات ها مثلا چپ کرد، چون چپگره هستن سوشالیست هستن و رپابلیکان ها چون راستگره هستن بیشتر داری سیستم داری رو قبول دارن برای همین خب, این خب من این, که... این حرف رو تموم کنم یه لحظه. دموکراتیک همین... م... طرفدار اقتصاد مختلفه یعنی بله طب... ببخش فریدا نه بگو بگو بده ام... دموکراتیک بیشتر طرفدار اقتصاد مختلفه یعنی یه نظارتی رو اقتصاد آزاد بکنه منم هم... بره... من میخواستم هم همینو بگم میخواستم بگم اتفاقا اینجوری نیست ریپابلکن ها که هی ادعا میکنن که طرفدار اقتصاد آزاد هستن همون کسایی که خیلی اتفاقا بیشترین خرج رو تو حکومت میکنن بیشترین یعنی دولت رو وارد کل چیزایی میکنن که نباید بشه اینایی که قراره مثلا کسایی باشن که خرج دولت رو بیارن پایین ریپابلکن ها اتفاقا کسایی که دولتشون رو بیشتر از هر کسی وارد جنگ میکنن اینجوری نیست که مثلا اینا بگن که ما میخوایم دولت کوچیک باشه به اقتصاد دست یعنی حرفشون اینه ولی تو عمل اصلا اینجوری نیستن اتفاقا دموکرات های آمریکا سوشالیست نیستن و فعلا سوشالیست نیستن حالا تو آینده سوشالیست بشن دموکرات آمریکا اتفاقا اونا هم س... سیستم سرمایه‌داری رو میخوانسی ولی اونا سیستم سرمایه‌داری تنظیم شده رو می‌خوان ریگولیتد کپیتالیسم بسام سوشال سیفتی نیست خب اینا میخوان به همه حتی اگه شما طرفدار اقتصاد آزاد هم باشین uh, باید تر... درسته که به نظر فهم فهم کنن چپگره ها طرفدار اقتصاد آزاد نیستن ولی نه دموکرات های آمریکا سیستم سرمایه‌داری رو قبول دارن حالا تو آینده اگه وضع بشه خب چقدر مت... مت... یعنی خب بده ولی حتی سر این یه موضوع هم که به نظر میرسه من به عنوان یک طرفدار از سیستم کپیتالیستی باید طرفدار جمهوری خواه باشم همینم هم دموکرات بهتره برای این از همه لحاظ دموکرات بهتره به نظر من در مورد تاریخچه این حزب ما خوندم حزب ریپابلیکن اوایل حزب ضد بردهداری تشکیل شده بود اصلا در مدت بله رابین رابین جو... من این هر نکته آخره بگم اه... تاریخشون هیچ ربطی با موضوع امروزشون نداره اصلا اه... ات... یعنی تاریخ این حزب رو اگه بخونید کاملا موضوع جفتشون زمین تو هوا... تا هوا زمین تا آسمون به چیزی که الان هست فرق داره کاملا فرق داره یعنی خیلی میگن که دموکرات آخر... اینجوری بودن هیچ ربطی نداره اصلا برک بیش... شده یه مدت میگن چنجا خوندم یه برای مدتی افراد سیاه پوست بیشتر به این حزب رای میدادن بله من هم دارم همین میگم رابین جان اون ات... چیزی که این حزبا بودن تو طول تاریخ به شدت فرق داره با چیزی که امروز هستن به شدت فرق داره برعکس شده بله شده. شده درست مرسی رابین جان یه چه... این آخری بگو. هم میگم میرم بگو بگو بگو, چه نوع ساختار حکومتی رو ترجیح میدی چه ساختار حکومتی مثلا همین یک, یک رپبلیک آر... نه نه فدر برای کدوم که اولا که بستگی به کشورش داره بعضی سیستم برای کشور بهتره برای کشور دیگه بهتر نیست خب ولی یک خب. خب. کشوری که یک uh, کشور representative democracy داشته باشه ولی سیستمش republic باشه یعنی یه قانون اساسی داشته باشه که یه حقوق یه um, حقوق بشری uh, بر اساس دموکراتیک تعیین نشه ولی بقیه چیزا دموکراتیک باشه رپرزنتیتیو دموکراتیک باشه و همین چیزی هم که um, روسا تعیین کرد که ما سه تا یه um, سه تا قوه داشته باشیم قوه قضاییه قوه یعنی یه یعنی دولت و تقسیم مجریه تفکی قوا برای اینکه ام... یه ت... تفکیک قوا برای اینکه قدرت همه جا یک جام تمرکز پیدا نکنه و رپرزنتیتیو دموکراسی تم... به فارسی چی میشه یعنی یک دموکراسی نمایندگی یعنی دموکراسی مطلق دموکراسی مطلق نه که مردم همه <صدق> یعنی ببین دموکراسی نمایندگی یعنی اینکه بعد از اینکه نماینده ها انتخاب شد اینجوری نباشه که مردم هر هر تصمیمی رو تصمیمی رو بخوان رفراندوم بگیرن خب یعنی این خیلی این دموکراسی خیلی کندی میشه یه دموکراسی میشه که خیلی مردم تو همه یعنی یک سری متخصصان این رو نماینده مردم بکنیم که مردم دموکراتیک انتخاب بکنن ولی مردم دیگه تو همه چیز نه هر چیزی رو رفراندوم انتخاب بکنن یعنی رپرزنتیتیو دموکراسی و یک برای انتخاب نمایندگان و یک سیستم رپابلیک داشته باشیم که یه قانون اساسی داشته باشیم، یه قانون اساسی داشته باشه که حقوق بشر رو تامین بکنه بدون اینکه کسی بتونه روی اون یعنی هیچ 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 روی اون حقوق بشری نباشه یعنی جمهوری محظمت دیگه به نظر تو مثلا اگه سیستم حکومتی ایالات متحده فدرال هم بود یا به شکل دیگه بود امکانش ترام بخواد دیکتاتور بشه من فدرال بودنش رو نمیدونم باعث این میشه که اینکه این که, این که ترامپ میخواست دیکتاتور بشه که تقریبا شک ندارم که ترامپ اگه قابلیت اینو داشت که دیکتاتور بشه دیکتاتور میشد خودش هم گفت به خودی به طور واضح گفت گفتش که این کسایی که اومدن تظاهرات کردن رو به فرمانده های خودش گفت با تیر بزنیش، بزنیدشون این فرمانده ها هم گفتن که ما نمیتونیم همش کاری بکنیم یعنی آمریکا سیستمی است که یه رئیس جمهور خودش هم بخواد با تیر تظاهر کنند رو بزنیم یک سیستمیه که به این راحتی رئیس جمهور همش تصمیمی رو نمیتونه بکنه فرمانده بهش گفتن ما همش کاری نمیتونیم بکنیم خب برای هم به خاطر حرفایی که ترامپ زده خیلی واضح بود که اگه میتونست دیکتاتور بشه دیکتاتور میشد دیکتاتور خیلی خشنی هم میشد و این نشون میده که سیستم آمریکا چقدر سیستم قویه که یک حتی قوی ترین Uh, شخصم توی دولت نمیتونه این سیستم رو uh, بیاد ازش رو استفاده بکنه که دیکتاتور بشه یعنی سیستم جوری طراحی شده که جلوی هم چیزی رو میگیره uh, من نمیدونم اگه فدرالیست با این چه ربطی داره ولی این سیستم جوری که هست تونست جلوی ترامپو برای خیلی از این چیزا بگیره uh, دیگه نکته آخر به دلیل گفتی آخر تو حکومت ف... فدرال اونجا که قدرت بین دولت مرکزی و حکومت‌های محلی تقسیم میشه قدرت یکجا جمع نمیشه پس برابر این امکان دیکتاتور اومدن کمتره من نمیدونم ببینید خیلی کشورهای دیگه وجود دارن که سیستمشون یه مقدار با آمریکا فرق داره ولی احتمال دیکتاتور تونشون اومدن بسیار پایین ببین آمریکا ف... مثلا ما مثلا تو کشورهای اروپا کشورهای فدرالیست داریم و کشورهای غیر فدرالیست داریم و احتمال مثلا ما ژاپن و فرانسه و آلمان و همه اینا رو الان نگاه بکنین احتمالی که یه دیکتاتور از اینا بتونه بیاد بیرون خیلی پایینه ولی با هم هم فرق داره من فکر میکنم اینکه سی تعیین بکنیم چه سیستمی برای چه کشور خوبه با اون کشور رو در نظر بگیریم یعنی خیلی فاکتوراش زیاده اینطوری کلی گویی نمیشه کرد رابین جان من برم سراغ نفر بعد ممنون صحبت شما برام جالب خداحافظ مرسی رابین جان فعلا خدافس.